خیلی خوش حالم و مشتاقم که قبل از اینکه معمولا سلام علیکم خوش اومدین نمی‌کنم، امروز گفتم یه خوش اومدین کنم به مهمونای عزیز، ولی باز هم صادقانه بگم بیشتر از اینکه خوش اومدین کنم خیلی تو قلبمه، چون از صبح واقعا احساس میکردم در دنیای روحانی اتفاقاتی داره میفته که این برکتی که امروز خداوند کلیسای مجیدش امر فرموده میخواد خدشه‌دار کنه، یه اتفاقاتی در دنیای روحانی در حال رخ دادنه. برای همین از صبح که بلند شدم یه دعایی بود توی قلبم که واقعا میتونم بگم آهنگ تپش قلبم شده بود و الان دلم میخواد توی کلیسا اعلام کنم، روی تک تک شما اعلام کنم، چون خیلی مناسبت داره برای روز خاص. آمین. این دعا از مزمور 115 آیه 1 و 2 و 3 که میگه ما را نه خداوند، ما را نه، بلکه نام خود رو جلال بده به حسب راستی خوده، به سبب اون رحمت عظیم خوده نام خودت رو امروز جلال بده. چرا اومدها بگوین که خدای ایشان کجاست، اما خدای ما در آسمان هاست. آنچه که اراده نموده امروز به عمل آورده است، امروز به عمل آورده است. آمین. آنچه که اراده نموده امروز به عمل آورده است. یا آمین جانانه میشه. اول از اینکه وارد موضوع خدمت بشم، نام این موعظه، این پیام که اسمش خادم خدمتگزاره، که دلیل برگزاری این جشن کوچیک امروز ماست، میخوام یه قسمت خبررسانی کنم، یه قسمتی اطلاعات به سمتون برسونم. و باید بگم این خبررسانی ها که هر دفعه که من اینجا بازگو میکنم، این اطلاع رسانی ها مثل اون ماهی های نابه که از آبگیرهای واعظین دیگه، کتاب هایی که خونده میشه، به طور خاصی از اونجا برمیدارم. و بعضی از این ماهی های چاق و چله واقعا باید بگم انقدر به اون پیامی که تو قلبم کمک میکنه که بتونم راحت‌تر اون چی که در قلبم چیکار کنم به سمع شما عزیزانم برسونم. آمین. قسمتی از این خبررسانی همون ماهی هاست. میخوام از چند زن ایرانی که مدارج ترقی رو طی کردن و همین الان هم اکنون از چهره های موفق و تاثیرگذار جهان ما هستن، اصلا خارج از دنیای مسیحیت. آمین. میخوام راجع به این خانم ها صحبت کنم، چون امروز مسئله بر سر زنه، خدمت زن، و خارج از چارچوب خدمت هم زنان به خصوص عرصه جهان معاصر چقدر در بین ایران و ایران زمین درخشیدن. خیلی خوبه که اشاره کنم با اینکه سالهاست این خانم ها، این بانوهای محترم که خارج از ایران زندگی میکنن، اما ملیت و پیشینه ایرانی خودشون رو فراموش نکردن عزیزان، و مفتخرن که خون ایرانی در رگهای اونا جریان داره و جز زنانی بودن که با تمامی سختی ها الگو و نمونه میتونن باشن برای هر بانوی ایرانی. آمین. یکی از این عزیزان که خیلی فکر میکنم 90% بشناسن، خانم مریم میرزاخانی، استادیار جوان در دانشگاه آمریکای شمالی، که به ایشون یک لقب خیلی عالی دادن، لقب صد شکم. ایشون ریاضیدان برجسته است در جهانی که الان داریم توی زندگی میکنیم. به عنوان یک زن ایرانی جایزه نوبل رو در سطح در رشته ریاضی در سطح جهان به خودش اختصاص داد. اما واقعا با کمال تأسف میتونم بگم با این سن کمش که 40 سالش بود، ایشون به خاطر بیماری سرطان فوت کردن. دومی زن منا جراحی، بانوی ایرانی که در مراسمی که در کاخ سفید برای ایشون برگزار شد به ایشون نشان استعداد برتر داده شد. چرا؟ به دلیل تحقیقاتی که در زمینه صنایع پزشکی و ماشین‌آلات پزشکی ایشون انجام دادن، این نشان رو به خودشون اختصاص دادن.
و همینجور فرح کلیمی که متولد 1339 از تنها زن ایرانیه که در پارلمان هلند راه پیدا کرده، در حالی که 9 سال بیشتر از اقامتش در هلند نگذشته به خاطر فعالیت‌های زیاد بهزیستی و اجتماعی به عنوان یک زن در مجلس هلند راه پیدا کرد و از طرف سازمان ملل به عنوان تنها زن ایرانی در افغانستان الان در قسمت فعالیت‌های اجتماعی مشغول خدمته. و همینجور در دنیای مسیحیت ما گلی دهقانی تفتی، دختر اسقف زنده‌یاد تفتی که اولین زن ایرانی که در دنیای مسیحیت عزیزان دستگذاری شد برای مقام اسقف. ما مردان زیادی داشتیم که به مدارج عالی و سمت‌های عالی اسقفی دستگذاری شدند، ولی این زن تنها زنی بود که دستگذاری شد به مقام اسقفی. چرا دارم این چیزا رو میگم عزیزان؟ این زنان ایرانی افتخاری برای ایران زمین هستند و لازمه اشاره کنم وقتی به تاریخ بشریت خودمون در ایران زمین نگاه میکنیم، نه فقط اون زمان بلکه الان، همیشه زن نیمه حذف شده تاریخ بوده و به خاطر همین خیلی از پتانسیل هاش، خیلی از قابلیت هایی که در زن خدا در به وضعه گذاشته پوشونده مونده، نادیده گرفته شده. ولی در این دوران عزیزان فرصتی که با نگاه کردن به همچین زنانی بدونیم که خانوم ها هم میتونن بدرخشن، میتونن توانایی اونا دیده بشه. آمین. حتی من با دو مردی که افتخار اینو داشتم که دوران کوتاهی شاگردی ایشون رو بکنم در قسمت سطح الهیات، یکی برادرم روبرت آسریان، یکی برادرم مهداد فاتحی، همیشه این دو نفر اعلام کردن، اعتراف کردن اگه در عرصه خدمت موفقیتی داشتم به دلیل زنانی بوده که پشت صحنه در دعا مراقب اونا بودن، به خاطر که زنانی بودن پشت صحنه که متحمل سختی‌های خدمت این مردان بودن، نبودشون رو در خونه، تقسیم کردنشون رو، تقسیم شدن همسرانشون و مرداشون رو با افراد دیگه، سمینارهایی که می‌رفتن در کلیسا، خدمت‌هایی که می‌کردن این زنان، اگه متحمل نمی‌شدن خدمت این خادمین عزیز به جلو نمی‌رفت. و زنانی الان عزیزان همین الان در کلیسای آلفا اومگا وجود داره، همین الان که خدمت‌های اونا پشت پرده است دیده نمیشه، ولی اگه نبودن عزیزان خیلی از خدمات امروز اینجا انجام نمیشد. باور میکنید بدون حضور خواهران ما امروز حتی بهانه‌ای برای این جشن نداشتیم، بدون حضور خواهران ما امروز هیچ جشنی و یه همچین تشکیلات عالی که واقعا با قلب، با تمام محبتی که در قلبشون بود امروز انجام نمیشد. چرا این مقدمه چینیا رو دارم میکنم؟ که بگم عزیزان نه فقط در جامعه ایران و ایرانی بارها زن نادیده گرفته شده، بلکه در یک جامعه یهودی، نه فقط در جامعه یهودی عزیزان، بلکه در جامعه رومی و یونانی اون زمان که مهد فرهنگ و تمدن بزرگ بود، همیشه زن نادیده گرفته میشد. به طور کلی مرد سالاری بود، مرد حاکم بود و مقام زن نادیده گرفته میشد. دعای یه یهودی شاید چند بار به زبون می آورد شکر بر این که من برده آفریده نشدم، غیر یهود آفریده نشدم و یک زن خلق نشدم. و به طور کلی هیچ نگاه مثبتی به مقام زن، عقل زن، ارزش زن، عطیه زن، مثل زن قائل نبودم. اما خدا رو شد وقتی عیسی مسیح خداوند
به صحنه بشریت پا گذاشت. دیدیم با چه دست و دلبازی، با چه سخاوت و بلند نظری با زنان در تعالیمش برخورد میکرد. رفتارش با زن ها منحصر به فرد بود. در جامعه‌ای که عزیزان زن هویتش رو همیشه از یک مرد دریافت میکرد، مثلا زن فلانی، دختر فلانی، خواهر فلانی، ولی عیسی مسیح با بلند نظری به زنان نگاه میکرد، به زنان هویت میداد، حتی زنی که چندین دیو از او اخراج شده بود. چرا؟ به خاطر اینکه زن در چشمای عیسی مسیح یک انسانه و شبیه خدا آفریده شده. آمین. مسیح هرگز به یک زن نگفت تو نمیتونی، تو خراب میکنی، به خاطر گذشته داغونت نباید جلو بیای، بلکه در داستانها حتی زنهای آسیب دیده رو که میدید، از استقامت اونا، از پایداری اونا، از بلند نظری اونا، عزیزان حتی راجع به یک بیوه زن که از زن ارزشش پایین تر بود صحبت میکرد، میگفت این بیوه زن رو نگاه کنید، بلند نظرتر از همه شماست، چون تمامی دارایی خودش رو به خدا داد. درسته یا نه؟ آمین. یک سری تعلیمات عمیق عیسی مسیح منحصر به زنها بود، شاگرد شدن و شاگرد سازی. کجا اینو میبینیم؟ وقتی که خونه مریم مرتا رفت، مرتا غور میزد، عادت داشت تو آشپزخونه باشه، عیسی مسیح گفت ای خداوند آیا هیچ نمیگی به مریم که بیا تو آشپزخونه به من کمک کنه؟ عیسی مسیح خداوند گفت ای مرتا مریم یک چیز نیکو رو، یک نصیب عالی رو اختیار کرده که از او گرفته نخواهد شد. چون نزد قدمهای عیسی نشسته بود، داشت چیکار میکرد؟ تعلیم میگرفت. عزیزان اگه بدونیم تو فرهنگ اون زمان فقط یک مرد اجازه داشت نزد پاهای استادش زانو بزنه و از تعلیم بگیره. برای همین مرد غر میزد، چون یه چیز غیر طبیعی بود. ولی عیسی مسیح خداوند تایید کرد که یک زن میتونه حق شاگرد شدن و شاگردی رو داشته باشه. آمین. وقتی مریم روغن وارد شد در اون حوزه ممنوعه، در اون حوزه مرد سالاری، تمام شاگردان تنگ نظر غرغر کردن، مسیح رو توبیخ کردن، ولی اون با زبانی عزیزان، با زبانی مخصوص خودش گفت ای عزیزان، ای شاگردان تنگ نظر من، فقط در بین شما یک زن، یک همچی فهم و بصیرت روحانی داشت که با روغن بیاد رو پاهای من بریزه و منو برای مریم تطبیق کنه. ولی هیچ کدوم شماها متوجه نشدید. جایی که مسیح مصلوب شد، مردان متواری شدن و زنان پای صلیب ایستاده، حتی زنان پای شاهد دفن شدن آقاشون بودن. اولین شاهدان رستاخیز در هر چهار انجیل کیا بودن؟ زنان. اولین رسولان، اولین مبشرین، اولین واعظین، اولین سفیران پیغام آزادی بخش نجات انجیل زیبای عیسی مسیح خداوند کی بود؟ زنان بود. چرا اینو میگم؟ چون در اون فرهنگ شهادت یک زن اصلا ارزشی نداشت، ولی این زنان دنیا رو برای مسیح تسخیر کردن. در اعمال رسولان نقش پررنگ‌تر زنان رو به وضوح در خدمات کلیسایی می‌بینیم و خدا نشون میده که از زنها چطور در نقش الهی خودش، در اهداف خودش داره استفاده میکنه. آمین. عزیزان خواهش میکنم من اشتباه نفهمید، من فمینیست نیستم، خیلی این مارکا رو به من میچسبونن. من اینجا پافشاری بر زن سالاری نمیکنم. کلام خدا و حرفایی که دارم من میزنم منظورش انقلاب اجتماعی و سیاسی و کلیسایی نیست و نبوده. کلام خدا دائما بذر برابری و آزادی رو در بین افراد میکاره و اجازه میده که زنان با تمام احساسات و عواطف آسیب دیده اجازه قد علم کردن داشته باشن. آمین. و بذرهایی که خداوند
میکاره در قلب این زنان به مرور زمان در خدمت اونا در جامعه در روابط زناشویی چی بشه؟ رشد کنه، پرورش پیدا کنه. اینطور میشه که دنیای ما تبدیل پیدا کنه. آمین. اما برای اینکه بالانس رعایت بشه، چون همیشه عیسی مسیح خداوند راه تعادل رو میره، آمین، هرگز یادمون نره که عیسی مسیح با اینکه به زن یه جایگاه ویژه‌ای داد، ولی این جایگاه در خدمتی کاملا فروتنانه به تصویر کشیده شده، آمین. برنارد کورولی یک مرد بزرگی، یک نویسنده بزرگی اینو گفته، خیلی برام جالب بود، میگه این درس رو بیاموزید، این درس رو بیاموزید ای زنان و مردان خادم عیسی مسیح خداوند. اگه قرار است به عنوان خادم خدمت کنید، آنچه نیاز دارید، خوب گوش کن، یک کجبیله، نه عصای شاهی. وقتی این جمله عالی رو خوندم، برای آنچه که در فکر خداست برای خدمت یک زن و مرد فروتن در اناجیل، دیدم چقدر عیسی مسیح خداوند به جای کجبی چی رو به تصویر کشیده؟ لنگ بسته و زانو زده. وقتی عیسی شاگرداش رو جمع میکرد که اونا رو آماده کنه برای اینکه میخواست مصلوب بشه، شاگردها تو سر کله هم دیگه میزدن که کدام یک از اون یکی دیگه برتره. و عیسی مسیح خداوند این جمله انقلابی رو گفت: هر کس از شما، از جمعی شما کوچکتر است، همان بزرگ خواهد شد. آمین. و اکثر ما عزیزان، اکثر ما هیچ وقت بزرگ نخواهیم شد، چون نمیخوانیم که کوچکترین باشیم. و عیسی مسیح خداوند چقدر زیبا مفهوم بزرگی رو به تصویر میکشه. وقتی شاگرداش رو برای شام آخر دور هم جمع میکنه، لباسش رو از تنش در میاره، حوله به کمر میبنده، آب در لگن میریزه، زانو میزنه. در یوحنا باب 13 آیه 15-16-17 میگه: زیرا به شما نمونه ای دادم، چنان که با شما کردم شما نیز بکنید. آمین آمین به شما میگویم، غلام بزرگتر از آقای خود نیست و نه رسول از فرستنده خود. اما هرگاه این را دانستی، خوش آقابال شما اگر آن را به عمل آوردید. آمین. و در فیلیپیان میگه نه فقط به صورت یک خادم عزیزان، بلکه به صورت یک غلام، یک برده روی زمین اومد و گفت در بین شما هم چنین باشه. وقتی ما یوحنا باب 13 رو میخونیم، این آیین زیبای پارشویان، اگه عزیزان در فرهنگ خاورمیانه اون زمان اطلاع زیادی نداشته باشیم، به هست مرکزی و عمق این پیام عالی عیسی مسیح خداوند واقف نخواهیم بود. در اون روزگار در خاورمیانه، وقتی کسی رو مهمانی دعوت میکردن، اون مهمان رسمی بود در اون زمان. اگه هر روزم میرفت دعوت میشد به یک خونه برای مهمانی، وظیفه داشت غسل کنه، خودشو تطهیر کنه تا به خانه میزبان بره. ولی وقتی که داشت به خونه میزبان میرفت، به خاطر اون صندل‌هایی که اون زمان رو باز بود میپوشیدن، گرد و خاک اون محله به پای اونا، معمولا مسافت هم طولانی بود، به پای اونا گرد و خاک میشست. وقتی هنوز وارد خونه میزبان نشدن، و میزبان عزیزان یک رسم عالی داشت، نه خودش، نه یک غلام معمولی، بلکه از پسترین غلام، نه غلام مزدور که مزد میگیره، بلکه از یک غلام حلقه به گوش زر خرید استفاده میکرد که پای مهمانهای خودش رو بشوره. داره به چی اشاره میکنه عزیزان؟ شاید خیلی تفسیرها راجع به این آیه شده، حتما هم درسته، فقط میخوام توجهتون رو به اون پیامی که عیسی مسیح امروز برای ما داره جلب کنم.
اشاره داره عیسی مسیح میکنه به خدمت‌های کوچیک و پیش پا افتاده، حقیرانه، خدمت‌هایی که دیده نمیشه، خدمت‌هایی که مورد تمجید قرار نمیگیره، خدمت‌هایی که پشت منبری نیست. و در دید عیسی مسیح خداوند با این آیینی که انجام داد میگه خدمت راستین اینه. عزیزان، بعضن ما خیلی دعوت عیسی مسیح رو که هر کی میخواد منو پیروی کنه، خانه خانواده خودشو، وطن خودشو ترک کنه، خواهر برادر رو، همه چیز خودشو ول کنه بیاد، جان خودشو ول کنه بیاد منو پیروی کنه، خیلی اینو نیست میگیم و بعضا خیلی هم خوب انجام میده، مخصوصا که وطنمون خیلی راحت ترک میکنه، درسته؟ وطنمون خیلی راحت وطنمون رو ترک میکنیم، عیسی رو پیروی میکنیم. و بعضی ها عزیزان حتی برای شهادت، برای رسیدن به فیض شهادت خیلی اشتیاق دارن. من کسایی رو میشناسم که میگن کاشکی مردن ما یه چیزی پربهایی باشه، همونجور که دارم رد میشم به خاطر پیام اینجی بشارت یکی از پشت چاقو به من بزنه بیفتم، بعد چه مرگ معروفی خواهم شد، بعد این مردن دیدی شهیدان که سالها داستانها و فیلمها براشون ساخته میشه. چرا عزیزان؟ منظورم اون شهیدایی نیست که همینجوری واقعا به خاطر انجیل به مقام شهادت میرسن، اونایی که آرزو دارن میگم ما میخوایم شهادت بشیم. چرا عزیزان؟ بهتون بگم در انسان یک حس جا طلبی ماجراجویانه به شکل بنیادی نهادینه شده که من عاشق شهادتم تا بعد از مرگم چی بشم؟ معروف بشم. ولی عزیزان در خدمت فروتنانه است که باید هر روز مرگهای کوچک بسیاری رو تجربه کنیم که ما رو ماورای خودمون به حرکت در میاره. در خدمت این چنینیه، خدمت حقیرانه، خدمتی که دیده نمیشه عزیزان، یک آزادی عظیمی نمیفتن و به ما قدرت میده که به بازیهای دنیوی، ترفیع، درجه، اقتدار طلبی نبگیم. آمین؟ خدمت‌های کوچیکی که پیش پا افتاده که معمولا از خونه خودت شروع میشه، اونجایی که ضعف‌های بسیاری زنتو، شوهرتو میبینی ولی صبورانه اون رو محبت میکنی، در تسلیم و سرسپردگی به همدیگه هستیم، اونجا هست که عزیزان این فضیلت عالی نیکوی عیسی مسیح در ما چی میشه؟ شکل میگیره. این فضیلت اسمش چیه؟ این فضیلت اسمش چیه؟ فروتنی. فروتنی عزیزم، تو هرگز و هرگز با دعا روزه بکشی کنار، این امور سر دست بذارن، هرگز به این فضیلت نیکو نایه نخواهی شد، دستیابی پیدا نخواهی کرد شد نخواهی کرد، بلکه این فضیلت عالی و ارزش تنها و تنها در خدمتی آگاهانه، فروتنانه، خدمتی که نفعش عاید دیگران میشه، در خفا به وقوع آرمان میپیونده. آمین. عزیزان یه چیزی بگم، جسم در مقابل خدمت ناله میکنه ولی در مقابل خدمتهای کوچیک پنهانی در پستو فریاد میزنه. و اگه تو فرزند پادشاه هستی، هیچ چیزی مثل خدمت‌های کوچیک تو رو از درون ارضا و غنی نمی‌کنه. عزیزان اگه تمام خدمت‌های ما با بوق و کرنا و تشویق و پیش چشم دیگران باشه، واقعاً آدم‌های سطحی و فرومایه‌ای هستیم. برای همینه که امروز اگه موافق باشین تصمیم رو گرفتم که واقعاً هیچ خادم اینجا تشویق نشه، هیچ خادمی اسمش برده نشه، بذاریم امروز خدمت راستین در این کلیسا عملی بشه. این کلیسا به اندازه کافی واقعا تشویق میشه، اینجا بیایم اسما رو همه میگیم، هی تنمون هم میلرزه، اسم دو نفر یادمون بره، بازخواست بشین، این میزنه به اون، اون
به ما اشاره میکنم. ما هم در آخر وقت بگیم ما رو ببخشید، اسم شما رو یادمون برد. ولی بذارین امروز فقط عیسی مسیح خداوند جلال بیاره. آمین. فقط یه نکته حساسی عزیزان اینجا که وقتی که آیین پاشورا رو میخونیم یه موقع من همش میترسم که ما خیلی سخت از اون وری قش میکنیم، نیست؟ هی این وری رو بگیریم، باید یه ذره از اون وری بگیم که یه ذره این حد تعادل رو بریم. وقتی عیسی مسیح باب 13 رو اونقدر زیبا به تصویر کشید، اقتدار روحانی رو عزیزم نادیده نگرفت. هرگز تعلیم نداد که همه از اقتدار برابر برخوردار. هرگز. حتی در مورد اقتدار اصیل روحانی نکات خیلی زیبا و حساسی بود. حتی گفت بسیاری اقتدار روحانی ندارن. یه موقع سرصداهایی میان ولی یه اعتماد به نفس انسانیه، یه حالت بی‌پرواییه، یه اعتماد به نفس انسانیه. ولی عیسی مسیح خداوند اقتداری که از این تعریف میکنه، اقتداری که عیسی مسیح به ترسیم میکشه، خطوط اقتداری که عیسی مسیح در کلیسا میخواد تعیین کنه، که این خطوط اقتدار عزیزان خیلی وقتا در کلیسای خداوند خدشه‌دار میشه، دوباره بازبینی میشه توسط خود عیسی مسیح خداوند. اون میگه این اقتدار هرگز برای اعمال نفوذ دیگران نیست، ختمش دادن دیگران نیست، کنترل روی افراد نیست. منو پیروی کن چون رئیسم، چون رهبرم. بلکه اقتدار روحانی از دید عیسی مسیح حمایت، حفاظت افراد و بهترین های افراد بیرون آوردن، در حالی که این افراد ضعف های بسیاری رو دارن. مثل پتروس، یادتونه؟ سه بار عیسی مسیح رو انکار کرد. هر گفت به تو میگویم پتروس، تو صخره ای هستی که کلیسامو روی اون بنا میکنم و کلیدهای ملکوت آسمان رو به تو میدم. هرچی که به بندی بسته میشه، آنچه که باز کنی باز میشه. از یکی از شاگرداش یوحنای عصبی بود، یادتونه؟ اینقدر عصبی بود که اسمش رو گذاشته بودم به سر رد، فقط به خاطر عیسی مسیح خداوند تبدیل به رسول محبت شد. چرا خدا؟ چرا این چیزا رو میگم؟ چرا خدا من ما رو به اینجا میرسونه؟ چرا خدا من این کار میکنه؟ چون عزیزان عمل برگزیدگی و انتخاب و فقط خود خداوند انجام میده و همین الان داره در بین تک تک شماها بهترین ها رو میبینه. شاید خودتون ضعیف ببینید، شاید خودتون رو ورشکسته و آسیب دیده ببینید، ولی ایمان دارم که چشمای عیسی اینجا تردد میکنه و بهترین های شما رو میبینه. چرا؟ چون او ما رو برگزید، چون او ما رو برگزید، او قوم اسرائیل رو برگزید، نه بخاطر اینکه بهتر بودن، چون همه بدتر بودن. او انبیا رو برگزید، او پادشاهان، او محل ستایش، او شاگردان، او کلیسای مجیدش رو برگزید، بلکه خدا ناتوانان رو برگزید تا توانایان رو رسوا کنند. خدا شکسته ها و نیستی ها رو برگزید تا هستی ها رو باطل سازد. آمین. خدا تک تک شما ها رو برگزیده عزیزان و میخواد با روح خدا به جایی برسونه تا برگزیدگی شما مثل این عزیزان امروز ثابت بشه. به وسیله روح خدا از دنیا جدا شده، به عیسی وصل شده، نه فقط در پیروزی ها و شادی ها، بلکه در نداشتن ها، در غم ها، در شادی ها، در شکست ها. آمین. خدا ما رو آراسته میکنه، بلند میکنه تا به اون هدف خودش مثل پتروس و یوحنا برسونه. یکی رو چیکار میکنه؟ با خصیصه یک رزمنده مثل داوود، یکی رو با خصیصه یک صلح دهنده مثل سلیمان، عزیزان یکی رو با شخصیت مشبق مثل برنابا، یکی رو با شخصیت فراهم کننده مثل آندریاس، یکی رو که فقط یه نفس زن داره، فکر میکنه هیچی نداره مثل تابیا
رو تحت شعاع قرار بده، یکی رو عطیه نبوت مثل دبوره. در تمامی اینها چی دیده میشه عزیزان؟ خواهش میکنم گوش کنید. در تمامی دونه دونه خصیصه ها چی دیده میشه؟ عیسی مسیح وقتی پازل رو هم میذاریم چی دیده میشه؟ عیسی مسیح خدا در تمامی اینا برگزیدگی رو میبینیم که فقط و فقط از جانب خدا برده، نه از انسان. من یه مثال میزنم، من اینکه میخوام به جایی ببرم اتون، چون خیلی مهمه که اینو بدونیم. من مطمئنم که امروز با یه شوق تازه، با یه قلب تازه از اینجا برای یه خدمت مشتاقانه اینجا تجهیز میشیم و بیرون میریم. مثال میزنم عزیزان، وقتی به یه شخصی فکر میکنی، خب؟ یه شخص خاص، ذهن تو به تمامیت اون شخص نگاه نمیکنه، متمرکز نمیشه، درسته؟ چی به ذهنت میاد راجع به اون شخص فکر میکنی؟ یک ویژگی خاص، درسته؟ مثلا اون خواهر کریم، مثلا هر کی خواهر کریم رو میبینه همه خصوصیاتش یادش نمیاد. چی یادش میاد؟ مثلا خیلی آرومه. موسی به چی معروف بود؟ بردباری. ابراهیم به چی معروف بود؟ ایمان. نوح به چی معروف؟ خیلی چیزایی معروف داشتن ما. فقط میگه نوح مردی که مطیع خدا بود. مثلا خواهر واسمی، آرامی، سکوت. خواهر عبدال، مهربانی. نیست؟ وقتی بردباری موسی رو، ایمان ابراهیم رو، اطاعت نوح رو، شفاعت ارمیا رو میذاریم کنار هم، چی دیده میشه هستان؟ خصوصیت اخلاقی خدا، درسته؟ آمین. به عبارتی وقتی همه ویژگی های برگزیدگان خدا، همه شما برگزیده، با هم جمع میشه، مهربانی، وفاداری، شفیع بودن، خدمات عملی، چی دیده میشه؟ پسر خدا، پسری که در تک تک ما داره جد و جهد میکنه که جلوه‌گری کنه، مثل یک شاهد، مثل یک الگوی زنده در بین کلیساش میخواد دیده بشه عزیزان. یک شخص واحد که خصوصیت اخلاقی خودشو بین همه ما تقسیم کرده. باور میکنی؟ چرا دارم اینا رو میگم؟ برای اینکه ما اینجا هفت تا خواهر عزیز داریم که نه فقط با مردن‌های مکرر در این کلیسا سال‌هاست دارن خدمت می‌کنن، با سپردن خودشون به خداوند در تمام اون فراز‌نشیب‌ها ایستادن، بلکه خودشون به درس‌های الهیات، انضباط می‌خواست، نیست؟ انضباط مطالعه می‌خواست. خیلی‌ها تا الان شاید 10-15 نفر انصراف دادن، ولی اونا باید خیلی خلاف جریان آب حرکت می‌کردن. و نه فقط این انضباط ها، بلکه خدا من یک خصوصیات اخلاقی منحصر به فرد به اونا داده. ما اینجا هفت خواهر داریم که نه فقط میخوایم اسمای شناخته شده اونا رو، مثل خواهر عبدالس، خواهر واسمی، خواهر ماهرو، خواهر فریده، خواهر شهرزاد، مریم، کلاله جون، نمیخوام این اسما رو فقط، بلکه اسمای روحانی اونا رو هم میخوام به شما معرفی کنم، چون خداوند میگه اسمای مخفی داره در کف دستش برای تک تک شما. همین چند سال پیش بود که خدا این الهامو داد که میخواد اسمایی که تو قلبشه ابراز کنه به بعضی از خادمین. آمین. که در سالهای دیگه همه خواهران خادمین به خصوص اسمای جدید، اسمایی که در قلب خدا داشته باشن. این اسما چیه عزیزان؟ نشانه شخصیت و هویتی که نه ما میبینیم با چشمای بستن ما، بلکه خدا میبینه. آمین. چون خدا بهترین ها رو در ما میبینه. ما اینکه با چشمای انسانی فقط منفی ها رو میبینیم و هم دیگر رو میکنونیم، ولی خدا بهترین ها رو میبینه. خواهرم حسنی اسمش صالح هست، نیکنام، نیکوکار. خواهرم عبدت این شفیعه است، کسی که با خواهش و التماس به درگاه خدا میره برای دیگری شفاعت میکنه. خواهرم فریده اسم اول دختر ایوب، اسمش یمیمه است، به معنی کبوتر،
کسی که متمرکز ایساست، مثل چشمای کبوتر. چشمای کبوتر یه سمت رو میبینه، نیست؟ خواهر مریم، اسمش یوکابده، یهوه جلال اوست، او به هیچ چیزی احتیاج نداره چون خدا جلال اوست. خواهرم شهرزاد، خواهرم ماهرخ عزیز، اسمشون کامل است. شاید الان با چشمای انسانی نگاه کنیم، ولی من خودم شاهد بودم چه سختی هایی رو با من خلاف جهت این دنیا حرکت کردن و دارن به سمت کاملیت عیسی مسیح خداوند حرکت میکنن. آمین. و کلاله عزیز ما هر که رو میشناسه میتونه اذعان کنه که اسم چقدر مختص اونه. اسمش چیه؟ یگانه. اشاره به یگانه بودن و بی همتایی عیسی مسیح خداوند داره. عزیزم وقتی همه این ویژگی ها رو کنار هم میذاری چه تصویری دیده میشه؟ عیسی مسیح. اگه جلوه های زیبای اخلاقی یک جا جمع شه، نیکویی خدا که در خواست میکه، شفاعت عیسی مسیح که دائم برای ما شفاعت میکنه، در خواهرم اقدسه، معصومیت و متمرکز بودن خواهرم فریده که مثل عیسی مسیح که هر کاری که پدر میکنه منم میکنم، کاملیت اخلاقی عیسی مسیح خداوند که در خواهرم شهرزاد و ماهرخ دیده میشه، و اون یگانه بودن عیسی مسیح، منحصر بودن عیسی مسیح که در کلاله عزیزمون دیده میشه. عزیزان اگه اینا رو الان نمیبینیم و فکر میکنی که من دارم مبالغه میکنم، یه چیزی بهتون بگم با اطمینان، اینو کلام خدا میگه، من نمیگم. الان در آینه ما محو میبینیم چون من و شما طفلانه فکر میکنم. اگه امروز همه اسامی و معانی به نظرتون معما میاد، باور کنید، باور کنید که الان جزئی معرفت داریم، جزئی شناخت داریم. اما یک روز وقتی با چهره بی نقاب عیسی مسیح خداوند و همدیگر رو میبینیم، به اون فرزند خواندگی کامل میرسیم. عزیزان تک تک این عزیزان از شماها رو با چشمای عیسی می‌بینیم. آمین. اگه یه روز در خیابون‌های ملکوت اورشلیم آسمانی شما رو می‌بینم به جای عیسی اشتباه می‌گیرم، تعجب نکنیم، چون خداوند ما عیسی مسیح تک تک ما رو به اون جلال و زیبایی خودش، اونایی که به دعوت برگزیدگی خدا لبیک می‌دن، آمین، می‌رسونه. و امروز شما عزیزان، نه این هفته، بلکه شماها تک تک شما تو این تصویر جا دارید. هر سال میتونه این تصویر بزرگ و بزرگتر بشه از خواهران و برادران برگزیده و منتخب که او رو صبورانه و قاطعانه و فروتنانه پیروی میکنن، چون عیسی مسیح خداوند به اندازه تک تک ماها ویژگی های اخلاقی عالی و بی همتا داره که میخواد بین ما تقسیم کنه. دلتون میخواد تو این تصویر جا بگیری؟ و امروز این خواهران اینجا هستن که با اون چشمایی که عیسی میبینه و خصوصیتی که در تا الان در اون شکل گرفته و بعد از این خداوند این خصوصیت کامل و کاملتر میکنه، امروز اینجا هستن. من یاد تیتوس باب دو افتادم که میگه زنان بالغ، زنان پیر در سیرت متقی باشن و زنان جوان رو بیاموزن اون خصایص عالی که عیسی مسیح داره که در اونا دیده بشه. عزیزان بازم میگم و دوباره میگم، اگه تو ذهنتون دارین داوری میکنی، خدایی نکرده، حتما اینطور نیست. من و مایان این زنان مسلماً در زندگی‌های خودمون بالا پایین‌ها داشتیم، چالش‌های زیادی داشتیم، اسارت‌های زیادی داشتیم و داریم، گناه‌های زیادی رو کردیم و با اونا دست و پنجه نرم کردیم، شکست‌های زیادی رو داشتیم که از اونا درس‌ها یاد گرفتیم. مسلماً زمان‌هایی بوده که ما و مایان در اطاعت از همسر، در مسئول روحانیمون شکست خوردیم، خیلی جاها کم آوردیم،
در مقدس بودن، در روحانی بودن، در حکمت، در معیارهای اخلاقی، در رفتار کردن طبق معیار کلام خدا کم آوردیم عزیزان و کم میاریم. ولی اونا داستانهایی دارن از طوفانها و سختیهای زندگی که توش رفتن که میتونن به زنان جوان منتقل کنن، میتونن پای اونا رو بشورن اگه شما اجازه بدید، میتونن در تمام این افت و خیزها و شکستها که این زنها داشتن و دارن شاید برها بشنویم. یک چیز در اونا دیده میشه عزیزان، یک چیز از اونا دیده میشه، در من الان یک چیز دیده میشه که اینجا وایستادم به خودم اجازه میدم پشت این منبر مقدس پیام خدا رو برای شما بیارم. میدونید در من چی دیده میشه؟ در این افراد چی دیده میشه عزیزان؟ امانت و وفاداری خداوند ما عیسی مسیح، فیض خداوند ما عیسی مسیح به اضافه هیچ چیز، به اضافه هیچ چیز. عیسی مسیح برای ما کافیه و فیض رو. آمین. این زنان نمی ترسن که از شکست و ناکامی های خودشون برای شما تعریف کنن، چون عیسی زنده رو بارها ملاقات کردن. و این خدمت به زنان جوان همون خدمتیه که شاید حقیرترین و پنهانی ترینه پشت صحنه است. عیسی مسیح خداوند این خدمت رو خدمت راستین و مبارک میخوانه. آمین. برای همین امروز این عزیزان رو که میخوایم براشون دعا کنیم، اونا رو واقعا مرز نمی کنیم، بلکه به عنوان شبانان کلیسا به اونا به رسم یاد بود برای خدماتشون، برای اینکه واقعا ایستادن که خداوند در اونا کار کنه، یک شیشه مملو از روغن مقدس به اینا بده. آمین. با این امید که این روغن مقدس که سمبول روح القدسه، تمامی این جلوه ها و خصوصیت اخلاقی عیسی مسیح که در اوناست بیشتر و بیشتر دیده بشه تا نام عزیز او جلال پیدا کنه. آمین. ما این عزیزان رو محض نمی کنیم عزیزان، چون این روزا معادله ذهنی من خیلی در هم خورده. این عزیزان رو مست نمی کنیم، چون مست با شکستگی در خدمتی فروتنانه به دست میان، مست با خاک کلیسا رو خوردن و از خود گذشتن به نفع دیگری به دست میان، مست با فروتنی و اطاعت سالیان سال از عیسی، شاگرد بودن و شاگرد سازی نزد پاهای عیسی به دست میان. از خیلی اینجا استعداد دارن، کسی مثلا مثال میزنم میاد اینجا گیتار میزنه یا صدای خوبی داره، استعداد نیست ولی الزامن این مست داره؟ شاید صداش خوبه، شاید گیتار میزنه، ولی استعداد باید پولیش بخوره، استحکاک بشه در مرگهای کوچیک تا تبدیل به مست بشه. اگه ایمان داریم یک آمین محکم بگیم. آمین. این استعدادها در مردنهای کوچیکه که تبدیل به مست میشه. ما به اونا شیشه مملو از روغن مقدس میدیم تا چراغهای زندگیشون، چراغهای وجودشون در خدمتی فروتنانه شروع به تابیدن و تابش کنه. و هرگز یادشون نره که چرا به خودی خود هیچ نوری نداره، بلکه از این روغن ها که سمبول روح القدس باید قطره قطره هر روز در این چراغدان ها روح ریخته بشه تا نور او به کلیسا و به دنیا ساطع بشه. با این انگیزه این روغن مست و عنوان شبانان به این عزیزان هدیه میکنیم که یادآوری کنیم که دامان به زودی می آید و این قطرات روغن برای چراغدان‌های این خادمین کمرهای اونا رو بسته و چراغ‌های وجودشون رو آتشین ملتهب و عاشقانه و روشن برای خداوند ما عیسی مسیح بکنه. آمین. ما با این امیدی روغن مست رو بگیم
عزیزان میدیم که قطره قطره این روغن قوت، شادی، صبر، حکمت به دیگران اندیشیدن، بخشیدن، دیگران رو بنا کردن در وجودشون قوت رو بریزه. آمین. و خدمات عالی نیکویی که گفتم اسماشونه، شفاعت، متمرکز بودن به عیسی، کاملیت، برتری و بی‌همتایی عیسی مسیح خداوند پولیش بیشتری بکنه تا زیباتر دنیا ببینه. آمین. باشه که قطره قطره این روغن عزیزان شماها رو مثل اون ندیمه های بیدار چراغدان هاتون برای تمام اون فروزان و درخشان نگه داره. آمین. باشه که این روغن مست شما مهر آتشین برای خداوند بده که هوشیار و بیدار برای اون ببینیم، مثل اون کنیزایی که منتظر آقای خودشون و هوشیاری و بیداری هستن. در آخرین آیه رو قرائت میکنم، در انجیل لوقا باب 12 آیه 35 و 36 خطاب به این خادمین عزیز، کمرهای خود را بسته و چراغدانهای خود را افروخته بودید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت آید، تا هر وقت که آید در را بکوبد بیدرنگ و اون چراغدانهای روشن پر برای اون باز کنند. لباس های شما همواره سفید و روغن بر سر شما عزیزانم کم نشه. چشمای خودمون رو میبندیم و چند لحظه در دعا. ای خدای عظیم، ای خدای عالی، ای خدایی که چشمای تو نظارگره، چشمای تو میبینه، قلبایی که الان طلب طلب میکنه، میگه من میخوام، میخوام یه خادم راستین برای تو باشم، میخوام یه خادم فروتن و کمر بسته برای تو باشم. تو اون قلبا رو میبینی خدا من، انسان به رویت چشمش قضاوت و داوری میکنه، ولی شکر ای خدای عظیم که ما خدا نیستیم، تو خدایی و تو به راستی نگاه میکنی، تو این قلبا رو میبینی و دعا میکنم از کنار این افراد بگذاری، از کنار تک تک این افراد که قلباشون داره الان میتپه برای اینکه ندیمه های بیدار و هوشیار برای کار پادشاهی تو باشن. خداوند تو اون خادمین رو میبینی که شاید ضعیفن، بارها شکست خوردن در خدمتی فروتنانه، ولی تو خدایی هستی که انگیزه ها رو میبینی. در عهد عتیق با اینکه داوود نتونست کار تو رو انجام بده، اما توی خدا پیام برای داوود فرستادی که نیکو کردی که این رو در دل خودت داشتی، چون خدا به دل نگاه میکنه. الان یه روح القدس نوبت توست که دست تو روی سر تک تک این عزیزان بذاری. قبل از اون که یک انسان برای اشخاص دعا کنه، حتی یک انسان مست شده، دعا میکنم تو برکت رو روی تک تک این عزیزان امر بفرمایی. برکت توست که ثمرات نیکو به بار میاره. و خدا من خادمین منتخب و برگزیده خودت رو امروز تو دل اونا رو مشتاق و ملتهب کن که به تو بله بگن، چون این همه رو در نام قدوس عیسی مسیح خداوند طلبید.